آقای ابراهیم اگه اشتباه نکنم. خیلی ممنون، با درود به دوستان توی اتاق. من راجع به چیزی که اوردرایی که راجع به داخل دادیم، خب خیلی بسیار جالبه. منم راجع به این برق قطع کردن حالا یه لحظه، اوردر ما ندادیم. نه اوردر نه، من معذرت میخوام، ببخشید کلمه چیز شدم، هول شدم، دنبال کلمه دیگه میگشتم. اینه که آره، یه این ور سیم ببندی، اون به اصطلاح این ور یه سنگ ببندی، اون ور یه سنگ کوچیک که پرت کنی. این به نظر من جایی که لازمه، جایی که نیروهای سرکوبگر دارن از این شرایط، از این برق دارن استفاده می‌کنن، می‌خوای سیستمشون رو به هم بزنین، این خوبه. من یه بخش دیگه می‌خوام راجع به خارج از کشور صحبت کنم. خارج از کشور، من راجع به داخل الان نمی‌خوام، خارج از کشور. اینایی که ما تو ونکوور، ما الان دو سه روز تظاهرات گذاشتیم، آدمای خیلی خوبی اومدن، 2000 یه بار 7800 تا اومدن، یه بار حدود 1700 تا اومدن. اینجا صحبتی که اینجا، چون الان این پرچم جمهوری اسلامی هم جزید، معمولا دوستان سلطنت طلب ما 2300 تا پرچم میارن، 2300 تا پرچم میارن و این پرچماشون رو میزنن تو چش مردم. بعد یکی یه پرچم دیگه، یا مثلا پرچم رنگین کمان ها و یا نمیدونم یه دونه پرچم یه اتحادیه و یا پرچم یه حزب دیگر، آقا یک دعوای یک علنشنگه پا میگونم، میگم فقط یه پرچم فقط باشه، فقط یه پرچم، پرچم این پرچم این. میگم عزیز من، اگر پرچم ایران الان میگه که همون پرچم جمهوری اسلامیه دیگه که الان الله توشه دیگه، اگر پرچم ایرانه، اگر پرچم ایرانه الان اونه. شما چرا، شما همین الان دارین تفکر فاشیستی رو، مدل شعبان دیموخی رو همین الان دارین اینجا تو همین خارج از کشور، کشوری که تو کانادا شما دارین زندگی میکنین، هر کدوم تمام جامعه رو داره، احزاب داره میچرخونه، هر احزاب هم هر حزبی هم واسه خودش یه لوگو داره، یه پرچم داره، پرچم داخلی خودشونو دارن، چیزای داخلی خودشونو دارن. چرا شما اجازه نمیدین بقیه به اصطلاح پرچم بیاد؟ من به نظر من، نه به نظر من، اصلا راه که درستش اینه که توی یه جایی تظاهراتی که میذاریم ده ها نوع مدلای مختلف و پرچم توش، و هر کی اجازه داشته باشه پرچمش بیاره، منتها تو صحنه، اونجایی که صحنه هست اونجا نباید برن. همین تو پایین شما میتونی میز کتاب بذاری، میز هر چی دوست داری بذاری، هر جریان سیاسی میتونن میزشون رو بذارن، به اصطلاح بیان که پرچمشون رو بیارن. من نمیدونم چرا این دوستان سلطنت طلب ما مدل شبان آقای ابراهیم ببخشید، من متاسفم دارم اینو میگم، من متاسفم دارم اینو میگم ولی واقعا این دو سر رو صدا رو میشنوین آقای ابراهیم؟ این حرف میزنیم یه دقیقه اجازه صدا رو میشنوین قربان. حالا این آره تون نر، اولا که اگر در مورد این همایش ها یا اعتراضاتی که مردم مالا خارج کشور دارن برگزار میکنن، من کاملا با اونا، با اینکه خود من مشروط خواه هستم، همسو هستم که اجازه ندن هیچ پرچمی بخواد وارد این تجمعات بشه. چون این تو این 40 سال 45 سال ها میجازه بده خواهشن، ممنونم ازت، نشون داده که این باعث نفاق و تفرقه میشه. الان آقای ابراهیم زمان اون نیستش که من پرچم بیارم، پرچم خودم رو تبلیغ کنم، دنبال پروموت کردن خودم و حزب خودم و ایکس و ایگرگ باشم. شما اگر واقعا، یا هر کدوم از این خارجی ها، هر کدوم از این خارج نشینان، هر کدوم از این افرادی که دغدغه‌شون ایرانه، اگر واقعی مثلا شما عکس مهسا رو بردار بیار، عکس کشته‌شده‌ها رو بردار بیار، عکس زندانیان سیاسی رو بردار بیار، 4 تا شعار برده بیا، چه اصراری داری که بگی من از حزب فلان اومدم، چه اصراری داری بگی من گیلکم، کردم، یا نمیدونم از کدوم قوم هستم، متوجهی؟ چه اصراری برای این کار در شرایط کنونی؟ من میتونم چند کلمه صحبت کنم ادامه؟ فقط چند کلمه. من با مخالفم میدونی چرا؟ بله من میدونم مخالفی، چون من خودم بابک میذاری جواب، بابک میذاری جواب بده، یعنی چی؟ من دقیقاً مشکل یکی یک هفته است همینجا توی اتریش توی وین دقیقاً با همین گروه ها داریم.
این حرفایی هم که دارم میزنم بارها و بارها و بارها و بارها هم شده. من خبر مهم از ایران میخواستم بدم. میرم بابا. یه سر یه لحظه سر نه باید سر رو بده خبر مهم چی از ایران. یه لحظه بچه جفتتون ساکت. سر نرو نرو. آرمین نمیشناسم. اجازه بده آرمین خبر من میشونم. من ایشونو میشناسم. اجازه بده سر نوبت صحبت میکنن. بحث الان بحث من و آقای ابراهیم. خدا نگهدار. اوکی خب بدرود خدا. من میتونم چند کلمه دیگه صحبت کنم؟ چند ثانیه؟ بفهم. ببین دوست عزیز ببین فقط شلوغ شده سر کریم خان میخواستم کریم خان رو بگم آقای سردار آقای سردار میکروفون کریم خان بسیار شلوغ شده دارن میزنن آقای سردار بار آخره که عرض میکنم خدمتت جلو این دوستان نمیشه بگیری که پرچم نیارن. همین دیروز یک باکس پیروز بود حدود 100 تا پرچم آوردن. اصلا نمیشه با اینا حرف زد. اصلا نمیشه اصلا با اینا یه بحث صحبت کرد که بابا نه خیر آقا این پرچم ایران. اصلا شما نمیتونی بهشون بگی پرچم نیارن. اصلا نمیشه اصلا هر کاری هم بکنی میارن. ولی من بحثم اینه که عزیز من ما باید یاد بگیریم. ما تو کشور کانادا داریم زندگی میکنیم. ما باید اینو عادت بکنیم یاد بگیریم. سخته میفهمم سخته میفهمم مشکله میفهمم یه مسیر طولانی رو باید طی بکنیم. ولی باید یاد بگیریم که عقاید همدیگر تفکر متفاوت همدیگر رو تحمل کنیم. اینو باید یاد بگیریم. راه موفق یه بخشی که همه تو جرم بیچاره تو ایران دارن سر آزادی قربونت برن. ما میخوایم همین اینو نقض بکنیم. این آزادی به این مهمی رو همین الان تو خارج از کشور میخوایم اینو نقضش بکنیم. آقا اینو نه خود چرا باید همدیگه آره دارم عرض میکنم آقا ابراهیم من این بحثا رو زیاد کردیم و جاشم الان اینجا هم نیست. خب ممنونم که گفتی. فقط من اینو میگم شما بله بحث آزادی حق داری که این کارو انجام بدی. اما اگر من بابک مسئول برگزاری هستم در اینجا به عنوان مثال در وین یه درخواستی دارم. میگم آقا این برنامه برای مهسا است برای این مردم و حمایت از این اعتراضات و چون من مجوز رو دارم برنامه من است. آقا خواهش میکنم پرچمتون رو نیارین لوگوهاتون هم نیارین با عکس این افراد بیاین. آقا میپذیری اینو تشریف میاری قدم تو چشم بابای جان بچه‌ها رو چک میکنی اجازه بده و در یک مورد فقط صحبت کنی. خب اگر نمیپذیری تشریف نمیاری برای قضیه حزب و حزب بازی تو پرچم بازی تام میتونی بری آقا جان جای دیگه کار خودت انجام بدی. اوکی برام این نکته بگی. حالا شما میذاریم چون بحث اتاق ما نه من با این آقا کار دارم. اگر میشه بابک واسه طرف من نیا. من فکر میکنم که الان به کسی نگیم که شما اینو نیار. شما اگه میخوای هر چی رو میخوای تبلیغ بکنی بیا تبلیغ کن به نظر من. خب الان به شما شرط و شروط برای فکر کنم به نظر من مفید نیست برای مردم بذاریم که بابا برای این خانم شما برای خانم سیما امینی عکس این خانم رو بیار حزبتو. چون ما الان متحد شدیم علی جمهوری اسلامی. شما تبلیغ حزبتو نکن تبلیغ برندتو نکن. بذار هر کاری به نظر من هر کاری میخوان بکنن. هر کسی با هر پرچمی میخواد بیاد با پرچم شیر خورشید با پرچم چه میدونم داس و چکش با پرچم هرچی. خب هرچی بذار بیان شلوغ شه. الان هر کسی علی جمهوری اسلامیه حتی اگه اصلا هدفشون پروموت کردن خودشونه. خب باشه ممکنه انگیزه اولشون پروموت کردن خودشون باشه ولی در جهت پروموت کردن خودشون دارن شلوغ میکنن علی جمهوری اسلامی. کاربرد داره بذار بکنن. میخوان در روی گیلک بودنشون کرد بودنشون. منم که میگم این چیزا هم گیلک و کرد و این چیزا اهمیتی نداره ولی خب اگه میخوان با پرچم بیان بذار بیان. به نظر من الان وقت این نیست که به مردم بگیم که اینجوری بیا اعتراض کن اونجوری اینجوری اعتراض کن اونجوری اعتراض کن. من یه حدی موافقم. خب ببین منم چندین سال اینجا دارم این کارو میکنم. میلادم میدونه حداقل یعنی منی که مشروطه خواه هستم اینجا با گروه مشروطه خواه هم کار میکنیم دعوت کردیم با بچه های همین حزب کمونیست کارگری هم توی یه جا هم بودیم با هم دیگه هم رفتیم اعتراض کردیم. خود میلاد شاهده سر همین انتخابات رئیسی. خب اما مسئله اینه ببین ما همین دیروز همین اتفاق تو بیان افتاده. فیلمش خواستی برات میفرستم. خب تحمل ندارند
بعد اون قضیه رو اون جب و متشنج میکنن، همه چی از هم میپاشه. به اینجا رسیدیم بگیم آقای بابک، مگه منم دنبال این مسائل نیستم؟ مگه من مشهد خان نیستم؟ مگه من نمیتونم شیر و خورشید بیارم؟ من از خودم گذشتم، پرچم خودم رو دارم، پرچم اون به اون چیزی که اعتقاد دارم رو نمیارم و دارم در مسیر حرکت مردم میرم جلو. در مورد مهسا بابا نمیذاری واقعا نمیذاری وقتی من از خودم گذشتم و این مجوز گرفتم، آقا تو هم میخوام بگذری از یه سری چیز همون باید بگذریم برای رسیدن به یک اهداف مشترک، به یک نیروی مشترک. بفهم الان بابک، تو هم میگی خواهش میکنم که کسی حرفتو قطع نکنه. خب در صورتی که نمیتونی خودت نمیذاری حرف کسی تموم بشه، بعد خودت هم میگی خواهش میکنم، بعد میگی آرمین اجازه بده. خب اگه میخوای بعد الان میگی که من این کارو میکنم، از اونا هم انتظار دارم. خب اگه از منم انتظار داری وسط حرفت نپرم میگی آرمین اجازه بده خواهش میکنم، خب چرا خودت نمیذاری حرف بقیه تموم بشه، بعد از بقیه میگی خواهش میکنم. یه ذره نمیذاری وسط حرف بپرن. الان بعد میگی نه من از اونا من این کارو میکنم، پس از اونا هم این انتظار دارم. الان اینجا خودت یه تناقض داره به استاندارد. خب بعد یه چیز دیگه، خب اگرم شما نباید، به نظر من اگه تو میخوای فلان عکسو نیاری، خب نیار. اگه به نظرت این بهترین راهه، خب اون کارو بکن. نمیتونی به بقیه بگی چون من این کارو نکردم پس تو هم نباید بکنی. روش اعتراض اونها ممکنه با تو فرق داشته باشه. تو تشخیص دادی، میتونی پیشنهاد بدی که پیشنهادم دادی. خب پیشنهاد دادنم اشکال نداره، اگه گفتی که من به شما پیشنهاد میدم که این عکس رو نیاری. خب ولی در حد پیشنهاد بمونه. اگه میگیم ببین اینا رو بیاری باعث تفرقه میشه، باش بگو که اینا نیارن باعث تفرقه میشه. ولی اگه دیگه اووردن، دیگه جلوشون رو نگیرین، زورگویی نکنید که اینا اووردی نمیتونی بیا اینجا، دعوا کنید با مردم. خب پیشنهاد بده، آقا من میگم نظرم اینا نمی آوردی بهتر بود، و حرفت هم درسته، احتمالاً به نظر منم درسته. بعضی از این پرچما رو اگه نیارن واقعا باعث تفرقه، اینا بهتر بود نمی آوردن، چون اووردنش باعث دعوا و تفرقه اینا میشه. ولی اگه اووردن بعد دیگه شما بخواین جلوشون رو بگیرین، اون موقعی که شما این دیگه دارین باعث دلیل این که پرچمشون باعث تفرقه میشه، اینه که شما اون پرچم رو با استفاده کردین که دعوا را بندازید. اون موقع شما این که دارین باعث تفرقه میشید. کسی که دعوا رو شروع میکنه اون کسیه که تفرقه رو شروع کرده. خب بعدم با ابراهیم هم یه حرفش مشکل دارم، برای اینکه میگفت اونا دارن به ما زورگویی میکنن که این پرچم رو نیارن، بعد خودت داری شکایت میکنی که اونا چرا 100 تا پرچم آوردن. خب اونا هم دوست دارن 100 تا پرچم بیارن، بذار بیارن از چه میدونم شاهنشاهی و چه میدونم سلطنت و هر چی هم میخوان بیان دفاع بکنن، بذار بکنن. خب اونا شلوغ کردن دیگه، میخوام شلوغ کنن. اوکی بابک حرفم تموم. میکروفون رو ببند. هر چیزی آرمین من دارم میگم جای خودش. من اگر دارم میرم برای مخالفت با اعدام، دارم میرم موضوع برنامه من دارم میگم موضوع آقای دیندار یه بار دیگه بایک باز بکنی خارج از نوبت میندازیمت پایین. یه بار دیگه الان باز بکنی برادر آرمین موضوع بس چیه؟ موضوع بحث اینه که ما شما رو انداختیم پایین برای اینکه شما آره، موضوع بحث اینه که انداختیمتون پایین. بابک اومده اینجا دست بالا کرد، میگه موضوع رو نمیدونه، اومده بالا. خب چرا میاد بابا دیوونه است؟ بابک معلومه داره چیکار میکنه، ولش کن برو. بگو میلاد، بگو معلوم تو بگو. من هم با آرمین موافقم هم با بابک. ببینید نکته اینه که وقتی که کسی که میره مجوز میگیره، شما این مسئله رو ما هم تو استکهلم داریم، کسی که میره مجوز اکسیون رو میگیره حق داره، نه اینکه درسته این کار، حق داره که بگه من اکسیون مال منه، لطفا پرچم کمونیسم یا پرچم شیر و خورشید یا پرچم اصلاح طلبی هرچی نیارید. خب منتها نکته ای که آرمین میگه رو من اینجا با آرمین موافقم، که آرمین داره درست میگه. اگه کسی به عقیده من یک افق باز داشته باشه، مسئله رو سیاسی ببینه، هدفش واقعا آزادی مردم باشه، نمیاد سر پرچم دعوا را بندازه توی اکسیونا. ما خودمون یک سمیناری داریم همین تقوی در سطح کمونیسم سیاسی، اینو توضیح میده.
سالهاست از این مسئله رد شدیم، علارغم اینکه مثلا از پرچم شروع خودمون خوشمون نمیاد، نقد داریم بهش، ولی اگه دوستی عزیزی هموطنی پرچم آورد تو آکسیون ما، ما با آغوش باز میپذیمش، برای اینکه هدف مشترک داریم. اینایی که این کارو میکنن سر پرچم دعوا را میندازن، که باز بابک هم اینجا به نظر من درست میگه، چون یه عده میان دعوا واقعا را میندازن، برنامه رو به هم میریزن، اینا آدمای غیر سیاسی هستن که بعضی میخوان خودشون رو نشون بدن، یا همین که امیددانا این کارو میکرد که بعدن فهمیدیم به کجا وصل بود. من این نکته رو خواستم بگم براتون. ممنون که به من وقت دادید. من تمام. حالا یه چیزی هم اگر از بابک هم یه حرفش دفاع بکنم، اگه برنامه‌ای که خودش شخصا تنظیم کرده دیگه، اون موقع برنامه خودشه دیگه، میتونه تعیین بکنه که کی با چه روشی باید بیاد. این حرف دقیقاً بحث همینه. ما دو روز پیش بیان دقیقاً دارم اشاره میکنم، چون میلادم از بچه کمیس کارگریشون هم اومده بودن اونجا، اسمه برنامه اومده بودن اونجا دو روز پیش دقیقاً در بیان روبروی دفتر سازمان ملل ما دقیقاً اونجا اکسیون گذاشتن از صبح ساعت 10 تا 6 بعد از ظهر. گفتن گروه های مختلف که پرچم دارید از ساعت 10 تا ساعت 3 بعد از ظهر بیان با پرچماتون هر کاری دلتون میخواد انجام بدید، هر چقدر بروشور رو نمیدونم عرض کنم به خدمت شما، لوگو هم داریم بیاین استفاده بکنیم، از ساعت 3 بعد تا ساعت 6 دیگه همه رو غلاف کنید. دقیقاً اتفاقی که افتاد از ساعت 10 تا ساعت 3 شاید کلاً 30 تا آدم هم اونجا نبود. چرا؟ چون این مشکلات هست که این میگه این پرچم اونو که نیست، ما میگم این قضیه میدانی داریم کار میکنیم، میلاد میدونه این مسائل رو. خب دقیقاً پرچما که جمع شد روبروی دفتر سازمان ملل، فکر کنم فیلم میشم ویدیوی این برامون هم پخش کردن، نزدیک 300 نفر 400 نفر آدم جمع شد، چون هیچ پرچمی نبود، فقط بحث مهسا بود، فقط بحث حجاب بود، فقط بحث زندانیان سیاسی بود. یعنی ممکنه چون مثلا یه پرچم باشه که خیلی قبول ندارن، میخوام مثلا زیر این پرچم رو دیده نشن مردم نیاد مثلا، همین داره. بله دقیقاً همین چیزاست، این چیزا ما تو اپوزیسیون تو خارج کشور داریم میبینیم. ولی بازم بابک به من پیغام میدن آرمین کدوم همایش هست که مال گروه خاصی نیست ما بیام شکر. خب خیلی از مردم خارج کشور هستن اصلا نمیخوان با حزب و گروهی باشن. اوکی خب؟ درسته بگم من فقط نکتم اینه. خب این حرف حتی اگر هم درست باشه، خب اگه برای هماهنگایی که مثلا برنامه خودتون نیست، یعنی همه دارن میان مثلا توی منطقه همه دارن میان جمع میشن، خب اگه میخواین اگه یه سری پرچمای باعث میشه که آدما کمتر بیان، به اون گروه ها فقط در حد پیشنهاد بهشون لطفا بگین که این پرچما رو لطفا نیارید. خب اگه اون پرچما رو آوردن دعوا نکنین، یا اینکه بهشون نگین که اینجا حق نداری باشی، یا اینکه سعی کنین جلوشون رو بگیرین، دیگه اومدن بذار باشن، فقط اگه میخواین جلوی این پرچم گرفته بشه بگین که ببینین پرچمت بهشون توضیح بدین که این گوش نکردن، اگه گوش نکردن میخواین چیکار کنیم، میخواین تو خود قبول زورگویی کنی به برنامه. حالا تو رو نمیگم بابک، دارم تو نوعی رو میگم. خب ولی دیگه دست شما نیست، دیگه اومدن با این پرچم بذار باشه. آرمین حضورشون باعثشون اگر همچین چیزی رو ما درخواست میکنیم که نیام پیشنهاد میکنیم، دقیقاً همیشه هم پیشنهاد میدیم، همیشه اینجور مواقع اینجور برنامه‌ها که هست این جلسه رو تشکیل میشه پیشنهاد میکنیم و بعد خلاف اون عمل میکنن میارن، میدونی باعث چی میشه؟ باعث این میشه که اون میگم اون افرادی که خودشونو وابسته به هیچ حزبی نمیدونن. گفتی اینو بابک، میخوای اینو دوباره بگی الان؟ ندارن. میخوام بهت بگم دلیلش چیه که چرا گفتی که اینو اجازه نمیدین. نه چون چرا اجازه نمیتون میگی اون افرادی که حالا دو نفر پچه آوردن دیگه کارشون نداشته باش. من میگم نمیشه وقتی کارشون نداشته باشه. شما اصلا نمیتونید اجازه ندید. اگه من دارم بهت میگم چرا. من بهت میگم چرا، یه گوش بدی. به این دلیل که اون دوتا پرچم باعث می شود اون 40 نفر دیگه که قرار است اضافه بشن، خب جلو اضافه شدن اونا رو بگیره، چون اونا میگن نگاه کن دوتا پرچم ما بالا. نه نه گفت من دوباره دارم میگم، چون تو سوالش دوباره مطرح کردی. باور کن من اینو فهمیدم بابک، گفتی پرچم بیاره مردم کمتر میان، واقعا لازم نیست اینو سه بار دیگه بگی، واقعا اینو متوجه شدم. خب اگه پرچم دوباره اومدی بیان کردی که چرا دیگه اینا رو به حساب میخوان که برگردن بذاریم بمونن، تو این سوال پرسی یا نپرسی؟ نه اصلا متوجه نیست من چی میگم. ببین شما نمیتوانید، درسته که این هزینه من اصلا واقعا واضح توضیح دادم، یه بار دیگه میگم بعد بگی اگه میشه بریم سراغ بقیه. خب
من دارم میگم که من قبول کردم که این پرچم ها میتونه این هزینه رو داشته باشه، برای همین تکرار این که هزینه چیه واقعا که آرمین تو هم داری تکرار میکنی دیگه. درست منم دارم تکرار میکنم، ممنون نوید از تذکر دیگه نمیگم. خب من دارم پس چیزی که متوجه نشدی بابک اینه که شما نمیتوانی تو خیابونای ونکوور به کسی بگی، به زورگویی بکنی که با این پرچم نیا. خب شما اگر این هزینه رو قبول کردین فقط در حد پیشنهاد میتونین بهشون میگین که پرچم نیارن. اگه پیشنهاد شما رو قبول کردن شما زور مثلا غیر قانونیه که بخواید جلوی این آدما رو بگیرید. خب من همین دارم میگم. اوکی بریم سراغ حالا فکر کنم متوجه منظور من نشد. میلاد نکته تو بگو حالا تو میلاد بعد نفر بعدی بشه. خیلی کوتاه، این بحث به این راحتی نیست، این بحث پیچیده است. ایده‌ای هستن که اساسا تئوریشون اینه آلترناتیو در آلترناتیو برای حکومت در جنگ بین اپوزیسیون شکل میگیره. برای همین این فقط بحث پرچم نیست، این یک بحث عمیق و مهمیه اتفاقا که حالا یه جای دیگه میشه در رابطه باهاش بحث کرد. حالا یه گده هستن مخصوصا از عوامل جمهوری اسلامی، همونجوری که گفتم یه گده هستن کج فهمن که بعد رو این صحبت کرد. حالا امیدوارم یه موقعی بشه بیشتر در این رابطه صحبت کرد. یک سمیناری داره همین تقویم، همونجوری گفتم کمونیسم سیاسی، اونو ببینید، اینو به نظرم خیلی خوب توضیح. مرسی که به من وقت دادید. من تمام. کلا من چیزی که میگم پیشنهاد دارم میکنم، حالا ممکنه یا بابک نفهمیده من دارم چی میگم، من نفهمم بابک چی میگه، چون معمولا هر کسی حرفش رو قبول نکنی طرف مقابل میگه حتما حرف من نفهمیده. خب ولی حالا من دارم میگم کلا الان یه مقدار کوتاه بیاین. الان اگه به نظر من، خب البته هر کاری میخواین بکنید به من ربطی نداره. خب ولی اگه میخواید به نظر من یک اگه میخواین موفق بشین حساسیت ها رو یه مقدار بیارین پایین. الان شاید این جواب بده، شاید اگرم شاید نه نمیدونم. اوکی بابا اگه میخواید چیزی اضافه کن، اگرم نه که نه من میخوام اضافه کنم بحث اینجا زیاد میشه، بعد وقتمون هم تموم حاله. بذار بقیه بچه‌ها رو ما بشنویم. عرض کنم که خانم تخمینه اگه اشتباه کنم یه چیز کوتاه من بگم تو لایو چت، جواب لایو چت یوتیوب بدم. هی میگن بحث منحرف شد، آقا ول کنید. من نمیدونم چرا این اصلا از این بحث مهمتر میشه کرد. شما میگین این ربطی نداره بحث منحرف شد، اینکه چه جوری باعث افزایش اعتماد بشه. هم من هم بابک داریم در این صحبت میکنیم که چه جوری باعث مثلا تفرقه کم. هم بابک داره تصورش اینه که چیزی که داره میگه باعث کاهش تفرقه میشه، هم من. خب ولی اینکه تفرقه کمتر بشه و اتحاد بیشتر بشه، این نمیدونم از این مهمتر. آخه بحث دیگه میشه کرد برای موفقیت یک انقلابی یا یک تظاهراتی. کجاش این بی ربطه به حرفای قبلی که داشتیم میذاریم؟ این اتفاق خیلی مهمه. من نمیدونم میگین ول کنین چی از این مهمتر برای موفقیت، چی فکر میکنین میتونیم بگیم؟ اوکی بای 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 نفر بعد خانم تامینه بفهم. خانم با سلام، مرسی از این بحث بسیار کلیدی. چون ما هم دیروز به اینجا جلسه ای داشتیم و متاسفانه خب یه عده جوان اومدن همینجوری چیز کردن که آره کسی بنر نیاره، پرچم نیاره، نمیدونم. ما متعلق به هیچ حزب و گروهی نیستیم. ببینین دوستان، تمام بدبختی ما سر اینه که نسل‌ها و نسل‌ها دیکتاتوری تو مملکت نهادینه شده. برای اینکه این دیکتاتوری رو بزنیم کنار ما احتیاج داریم هزینه بدیم. ببینین ما حدود هفته پیش دوشنبه تظاهرات داشتیم، بیش از هزاران نفر آدم اومدن توی ونکوور و اونجا نه فقط اون تظاهرات، خیلی از تظاهرات هایی که حداقل من خودم به عنوان مایک پرسونش هستم همش دارم اونجا تبلیغ میکنم که برای آینده ایران تمام احزاب، گروه ها، افراد باید آزاد باشن. ما باید آزادی سیاسی رو تو اون جامعه بیاریم تا اینکه ما زندانی سیاسی نداشته باشیم. گفتم همیشه بحث اینو میکنم که ما نباید هیچ کسی رو به خاطر نظرش، فکرش به اصطلاح به زندان بندازیم، دستگیر بکنیم. آینده ایران باید آینده آزاد باشه. ببینین دوستان، این انقلابات و این تغییرات و این هر دفعه مردم میان تو خیابون برای چیه؟ برای اینه که نمیتونن حرفشون رو بزنن، نمیتونن مخالفتشون رو نشون بدن. پایه‌های دموکراسی کی بخواد زده بشه؟ من متوجه هستم که مردم به اصطلاح میترسن یا نمیخوان برن زیر بار این حزب و اون حزب و این دسته، کاملا روشنه. ولی ببینین کاری که ما میکنیم، میگیم اون استیج متعلق به کسی نیست.
نیست. استیج رو میزنیم همبستگی با مردم ایران، ولی میگیم پایین استیج هر گروه، دسته، سازمان، پرچم، هر کی میخواد بیاد اونجا، هر چقدر میخواین بیاین پرچمتون رو بیارین، هر کی میخواد صحبت بکنه بیاد نوبت بگیره، ما اسمتون رو تو لیست میزنیم، بیاین تا مثلا هر چقدر که فرصت میشه صحبت بکنیم. ببینیم، من فکر میکنم این الگوی خیلی خوبیه که میشه استفاده کرد. یه کسی که یه مقدار نوترال هستش و چیز نداره، میتونن حالا یه نفر یا یه گروه اون اطلاعیه رو بدن، بعدش هم شما استیج رو میتونین چیز نگهدارین که متعلق در واقع به هیچ کسی نیست، و پایین استیج هر کسی میتونه هر جوری که میخواد باشه. ما باید پایه های این دموکراسی رو از الان بریزیم. فردا من چه میدونم، حالا راستش، چپش، وسطش، هر کی بیاد، اگر آزادی نباشه، اگر به اصطلاح اجازه به اصطلاح ورود احزاب و سازمان ها نه، چرا ما باید اینه مثلا کلمون رو کنیم زیر برف؟ واقعیتش اینه که آینده هر جامعه رو این بالاخره احزاب و گروهان که رقم میزنن، هر چقدر ما خوشمون بیاد بدمون بیاد. ببینین جمهوری اسلامی 40 سال ترس و نهادینه کرده، مردم رو گرفته، زندان کرده، اعدام کرده، گفته که تو به این وصلی، به اون وصلی. مردم آدم میفهمه که چرا به صلاح چیزن. یه بخش زیادی مخصوصا ایرانیه که میرن خارج از توی ایران و میان تو خارج از کشور زندگی میکنن ترس دارن، ولی یه بخش دیگه‌اش اینه که جمهوری اسلامی هم بالاخره مخشون شسته. به خاطر همین بعدم اگر ما نگذاریم که این احزاب حرفشون رو بیان بزنن یا خودشون ابراز نکنن، چجوری مردم میخوان بفهمن که آینده ایران اون کسی که میخواد بره تو قدرت برسه برای چه بلایی سرشون بیاره؟ کاری که تو زمان 57 شد، 57 خمینی فقط یک کلام گفت شاه بره، بعدم یه زنم خیلی ماس موسکی گفتش که همه آزادن. ولی ببینین اگر امروز مجاهدش بیاد حرف بزنه، سلطان طلبش حرف بیاد، چپش بیاد، راستش بیاد، میفهمین کی داره چی میگه. مردم، ما باید به عقل و شعور مردم احترام بذاریم. مردم عقل دارن، شعور دارن، منفعتشون براشون مهمه و میان انتخاب میکنن. به هر حال من زیاد وقتتون رو نگیرم. میشه سازمان یه جوری ارگانایز کرد. سازمان ما تظاهراتی داشتیم که از 1000 نفر تا 300 نفر تا 200 نفر توش بودن و این شیوه رو به کار بردیم که استیج چیزه بی‌طرفه، ولی پایین استیج هر کسی میتونه با پرچم و اینا. ما میخوایم الگویی باشیم برای آینده ایران. ببینید دوران سبزها، جنبش 88 اومدن 5000 نفر آدم میومد جلوی آرگلیل، همه رو به خفقون چیز کردن. هیچ کسی حق نداره ساینی بیاره، هیچ کسی حق نداره پرچم بیاره. حتی یه بار ما یه بنر سرنگون با جمهوری اسلامی زده بودیم، رفتن پلیس آوردن. و مسخرهش این بود که پلیس اومد گفت اینجا کانادا هست، کشور آزادیه، همه میتونن بنرشون رو داشته باشن، اینا هم میتونن داشته باشن. شما گفت که برگشتم به پسر گفتم خوردی تو حالا ایران میتونی بزنی تو دهن مردم، ولی اینجا که دیگه نمیتونی. یاد بگیر حداقل توی جوان، یاد بگیر، خجالت بکش. به هر حال من میگم واقعا قرارنی نسلی بیاد کشته بشه، بعد نسل دیگه بیاد کشته بشه، بعد نسل دیگه. بابا جان این سیرکل باید تموم شه. یه جا یه ذره ما باید متمدن بشیم. قرن 21 و تمام پایه رشد هر جامعه‌ای به آزادی احزاب و گروه و نظر و افکارشه. به هر حال من فکر می‌کنم ما به عنوان کسایی که چیزی، من حالا وقت نیام، باید این پایه رو برای آینده ایران بریزیم. مرسی. حالا من یه نکته بگم، یه لحظه ببینید، من اگه میشه جواب اینو بدین به من، حالا هر کسی هست یا خود شما یا بقیه کسایی که رو سریج هستن، من اگه یه ایرانی داخل ایران بودم که داشتم در تظاهراتم شرکت میکردم، ممکنه که این الان بحثای اولی همون نه، ولی این بحثای اخیری که الان داریم میکنیم و میشنیدم که مثلا درباره که مثلا تو وین چی کار کنیم، تو ونکوور چی کار کنیم، کدوم حزب بیاد کدوم حزب نیاد، پرچم بیاریم پرچم نیاریم، و خودم میگفتم که اینا عجب آدم های مثلا پوفیوزی هن. اونجا نشستن فکر میکنن که اصلا ما اینا تأثیری داره. یعنی ما الان وسط خیابون داریم، ما اصلا منتظر شما ایرانی های خارج از ایران نیستیم که شما بخواییم بیاین تعیین بکنی که کی داره کدوم حزب حرفش درسته، کدوم پرچم درسته. ما اومدیم اینجا داریم همه کارها رو خودمون میکنیم، خودمون هم داریم باعث سقوط این نظام میشیم، و حالا شما اونجا نشستین انگار مثلا شما این توهمو دارین که اصلا تأثیری هم دارید و میخواین مثلا یه جایزه هم به خودتون میدین که انگار احساس کردین که دارین کارهای مفیدی میکنین، در صورتی که همه کارها رو ما داریم میکنیم. و این حرفای شما انقدر بیهوده و بی تأثیر هست و هیچ
و هیچ تاثیر مثبتی هم رو کارهای ما نداره. خب اونجا شما رو حاشیه نشستین، در این حرفای بیهوده میزنین و تصور دارین که با ما الان دارین همکاری میکنین برای سقوط این نظام. خب یعنی وقت خودتون تلف میکنین، اصلا به شما ربطی نداره این چیزا، شما برین همونجور زندگی حالتون رو بکنین، این همچین حرفایی. خب اگه همچین طرز توکاری باشه، الان مثلا شما جوابی برای این دارین؟ من میتونم جواب بدم عزیزم؟ بله بفرمایید. اوکی ببینین، درسته شما واقعا درست میگین، تو ایران مسلمه، ما نمیدونیم، ما داریم راجع به خارج از کشور صحبت میکنیم، ما قراره پشت جبهه خارج از کشور باشیم، مردم ایران تو خیابونن، خیلی به نظر من مسئله شون عمیق تر از ایناست. ولی اینم فراموش نکنیم، من هفته پیش داشتم وایس آف آمریکا رو میدیدم، دیدم 20 دقیقه بیشتر از 20 دقیقه کاورج به مجاهدین داده بود. ببینین متاسفانه ما دوست نداریم، ولی خیلی از احزاب دست راستی یا بورژوایی دارن از بالا سر مردم تصمیم میگیرن، آلترناتیو سازی میکنن و میبرن اینا حاکم میکنن تو جامعه. سال 57 کنفرانس گوتلوب خمینی رو آورد غالب کرد به مردم، الان هم اینجور به نظر میاد یا رضا شاه رو میخوان بیارن، این پسر شاه رو بیارن، یا اینکه مجاهدین رو، برای اینکه خیلی از این دولت‌ها نگاه منفعت خودشون میکنن و اینکه کدوم نیرو منسجمه و غیره. ولی و فرصت مردم ایران فرصت خیلی خیلی کوتاهی رو دارن که بتونن به اصطلاح خودشونو ابراز بکنن، بتونن چیز بکنن. من دارم خب، ما داریم راجع به خارج از ایران صحبت. خب منم همین میگم، داخل ایران داستانش خیلی فرق میکنه. خب بله من بله. با شما موافقم. نه میدونم ایران کسی پرچم بخواد به اصطلاح حزبی رو ببره، گروهی رو الان تو این موقعیت ببره، سرکوب شده. ما ولی به هر خارج الان با داخل خیلی ارتباط مستقیم داره و ما میتونیم پایه‌ها رو اینجا بریزیم و من مطمئنم به داخلم تاثیر داره. خب بله میگم تاثیر داره، ولی خب مثلا ممکنه این شخص، همین شخصی که من الان داشتم رولشو بازی میکردم، ممکن بود میگفتن که ببینید اگه داخل ایران مهمتره، پس چرا شما دارین وقت ما رو تلف میکنین درباره این حرفایی که کدوم مثلا پرچم رو بگیرید، به جای اینکه فقط بیاین حرفای مثلا کارهایی که ما داریم میکنیم. میگم شما الان به عنوان ایرانی خارج از کشور تنها کاری که باید بکنید اینه که صدای ما رو انعکاس بدین و هی بیان بلندتر نشون بدین به جهان که ما داریم چیکار میکنیم. یعنی فقط به غیر از این دعواهای داخلی بین خودتون که انجام میدین و درباره این موضوع حرف میزنین، در این وقت همه ما رو تلف میکنین. اصلا برای همین ما چرا داریم به این حرفا گوش میکنیم، به جای اینکه فقط درباره اتفاقاتی که مثلا تو شهرهای مختلف ایران داره میفته، چرا به جای اون داریم درباره الان به این چیزا گوش میکنیم؟ مثلا ممکنه سوال این باشه. خب به نظر من اینجوری نیستش که وایسیم اونجا دعوای پرچم بکنیم، اصلا نباید اینجوری باشه. خیلی رو من میگم فراخونی که میدیم، همه آزادن بیان، خب اونجا باید وایسیم مسلما شعارمون باید به نفع مردم ایران باشه، دفاع از به اصطلاح زنان ایران باشه، دفاع از جنبش به اصطلاح سرنگونی باشه، مسلما باید همه حرفامون صحبتامون شعارامون این چیزا باشه. دعوای پرچم یه بخش خیلی کوچیکشه که باید به نظر من حداقل ما که خارجیم اینو جا بندازیم. ما که اینجا خیلی عمو 30 سال 20 سال 10 سال زندگی کردیم و می‌بینیم که اگر بیای به یه کانادایی بگی که مثلا اپوزیسیون ایران اجازه نمیده یه گروهی بیاد، واقعا به ریش آدم می‌خندن. باشه اینو گفتیم. آره. به هر حال نباید دعوا رو برد سر پرچم، ولی میشه به عنوان یه فرهنگ جا انداخت. مرسی. اوکی ممنون از شما، خیلی ممنون.